حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقت شما بخیر دوستان و همراهان برنامه توضیح المسائل. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و ذکر اللهم عجل ولیک الفرج بر قلب و زبانتون جاری باشه انشاءالله. طبق عرضی که قبلا هم داشتم خدمت شما عزیزان، روزهای جمعه در ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان هستیم و همینطور که در جلسه گذشته و در برنامه قبل خدمت شما عرض کردیم، روزهای جمعه به دو بخش مثل روزهای پنجشنبه تقسیم میشه و بخش اول سوالات شما عزیزان و بخش دوم ادامه صحبت‌های جناب استاد رجبیان تقدیم شما عزیزان میشه. و اما در خدمت جناب استاد رجبیان هستیم به نیابت از شما عزیزان. خوش آمد میگم خدمتشون. سلام جناب، خیلی خوش آمدید. سلام و رحمت الله. در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللعنة الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین اللهم عجل لسیدنا العزیز الفرج. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان و عزیزانی که همکنون از جای جای مختلف این کره خاکی ما رو دنبال میکنن. در خدمت شما هست. خدمت از بنده هست. 2-0964-773-03-04-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست. از طریق تلگرام و واتساپ میتونید سوالات شرعی خودتون رو برای ما بفرستید. دوستان عزیزی که از طریق فیسبوک و اینستاگرام و همچنین یوتیوب ما را همراهی میکنن میتونن انشالله بعد از برنامه هم سوالات خودشون رو به جای اینکه برای ما دایرکت کنن به همین شماره بفرستن انشالله و در خدمتشون میتونیم باشیم انشالله در برنامه های بعد. و اما سوالات شما عزیزان با بیننده بزرگواری شروع کنیم که گفتن با سلام و خسته نباشید، من شک دارم که حامله هستم یا نه، حکم روزم چه میشود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا زمانی که روزه براشون ضرر نداره براشون واجبه که روزه رو برن. اگه ثابت شد که روزه گرفتن برای خودشون یا بچهشون ضرر داره اون موقع ساقط میشه ازشون. بعد تغییر نیت نماز از مستحب به واجب حکمش چیست؟ عدول نیت از نماز مستحب به واجب جایز نیست. بله. بیننده بزرگواری پرسیدن که اگر در ماه مبارک رمضان شب عمل زن و شویی انجام بدیم و بخوابیم و خواب بمانیم و بعد از اذان صبح بیدار شویم وظیفه ما چیست؟ اگر تصمیم بر غسل دارن و خوابشون میبره اینجا روزشون درسته و ایرادی نداره، قضا هم نداره. اما اگه مسامحه میکنند و مثلا براشون مهم نیست و با مسامحه این اتفاق میفته اون روز رو باید روزه بگیرن و قضاش هم باید بعد از ماه مبارک قضای اون روز رو هم باز روزه بگیرن. بله. پولی که خمس آن داده نشده اگر طلا بخریم و بعدن بفروشیم، پولی که از فروش طلا به دست آوردیم خمس دارد یا خیر؟
بله اینو بعد خمس بدن، حتی اگر زیادتر هم شده باشه بعد همون خمس زیادتر رو بدن، چون از اول خمس رو ندادن. بله. سلام و خسته نباشید، من یک سوال داشتم. خانم هایی که عادت ماهانه می شوند بعد از ظهر، آیا می توانند روزشون رو افطار کنند یا نه؟ ایشون گفتند که بنده در اروپا ساکن هستم. یعنی شخصی که عادت شد دیگه اون روز روزه نداره، استحبابا بهتره که امساک هم داشته باشن، ولی روزشون دیگه باطله، میتونن افطارم بکنن. اگر دختر باکره قصد ازدواج موقت داشته باشد و پدر آن دختر ناپدید شده باشد که ممکن است زنده باشد و دختر با جد پدریش ارتباط نداشته باشد، آیا می تواند عقد موقت را جاری کند یا خیر؟ حضرت آیت الله العظمی شیرازی احتیاط واجب دارند که اذن پدر یا جد پدری باید باشه. یعنی تو یک دختر باکره تا وقتی پدر یا جد پدری دارن اذن اونها لازمه، یعنی احتیاط وجوبی دارن که لازمه. ولیکن خب امروز با این رسانه هایی که هست ارتباط آسونه، یعنی بله. اگر حتی در کشور دیگه ای باشه، حتی با یک تلفن با یک ارتباط رسانه ای میشه برقرار کنن، ولیکن احتیاط وجوبی دارن، میتونن به مرجع دیگه که اجازه رو شرط نمیدونه رجوع کنن. هرچند توصیه دین مقدس اسلام بر ازدواج دائمه، یعنی اصل اینه، بهتر اینه که ازدواج دائم داشته باشن، ولیکن حالا برای ازدواج موقت هم اگر شرایطش فراهم شد ایرادی ندارد. بله. بیننده بزرگواری گفتن که اگر در نماز شب نام 40 نفر را که بگوییم مرد باشن یا زن، یا اینکه زنده باشد یا مرده، فرق دارد؟ نه فرقی نداره، میتونیم اون کسان رو که دعا میکنیم مرد باشن یا زن باشن، میت باشن یا حی باشن، فرقی نمیکنه، مهم اینه که این 40 نفر رو دعا کنیم. بله. گفتن اگر کسی، آیا کسی که روزه نمیگیره نمازش هم معلوم نیست که بخواند، خمس نمیدهد، زکات هم نمیدهد، بعد ایشان غذای نذری بده یا هرچی، اگر روزه‌دار آن غذا را بخورد اشکال دارد یا نه؟ تا مادامی که یقین حاصل نشده بله که این غذا از مال حرامه، مثلا مال دزدیه، دزدیده، حالا مثلا مال حرامه دیگه، یا یک پولی بوده یقین داریم اون پول خمس شاملش می‌شده و این خمسش رو نداده و اومده با همون پول، با همون پول ما یقین داریم، نه اینکه یقین 100% داریم که این پول بوده که خمس شاملش می‌شده نداده و اومده حالا با همون عین همون پول نذری درست کرده، یا این پولی بوده رفته دزدیده اومده با عین همون پول، یعنی این یقین اگه حاصل شد خب نه نمیشه خورد. اما تا مادامی که این یقین حاصل نشده، یعنی طرف خمس نمیده اما خب حالا شاید این غذا رو از یه پولی درست کرده که خمس شاملش نمیشده، بله بله، اصلا طرف دزده، شاید این غذا رو با پولی درست کرده که دزدی نبوده، حالا خودش ارث رسیده، نمیدونم کار کرده، یعنی در این حد هم نمیشه گفت که چون ایشون دزد هست این پولی که برداشته قاطی پولهای دزدی شده، یقین باید باشه، باید مطمئن باشه. مسواک زدن در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟ این بزرگوار مولد آقای سیستانی هستن که دو تا سوال پرسیدن، این یکی از سوالاتشونه. تا وقتی که ذراتی از مسواک، آب، هرچه هست پایین نره از حلق ایرادی نداره. بله. سوال دومشون این که بعد هر غسلی وضو واجب است یا خیر؟ وضو واجب؟ بله پرسیدن که برای بعد هر غسلی وضو اعمال عبادی، خب حضرت آیت الله العظمی سیستانی هم غسل جنابت هم غسل های مستحب رو کفایت از وضو میدونن. حالا مثلا بعد از غسل زیارت از سید شهدا، غسل جمعه، غسلای مستحب که استحبابشون قطعیه، خب بعد از اینا کفایت از وضو میکنه. حالا یکی از خاص وضو بگیره، وضو نور است و وضو بر وضو نور علا نور،
ولی بعد از غسل جنابت جایز نیست که انسان وضو بگیره. بله، دوست بزرگواری گفتن کاری که در شأن خانواده ام باشه پیدا نمی کنم و بیکارم، مادرم هم راضی به انجام هر کاری نیستن، چه کنم؟ انشاءالله توسل کنن. البته خب برنامه ما برنامه توضیح المسائل، سوالاتی که مربوط به احکام رو باید بپرسن که ما بتونیم جواب بدیم. انشاءالله توسل داشته باشن، نذر کنن، خدای تعالی مشکلشون رو حل میکنه. بله، این سوال رو هم بپرسم و بریم میان برنامه که پرسیدن: با سلام، با توصیه پزشکان تکلیف روزه در دوران کرونا چیست؟ پزشکان میگویند نباید دهان و گلو خشک شود و نباید جلوی اسید معده را گرفت، چه کار کنیم؟ اگر یقین حاصل بشه که این لازمه، مثلا هر از 2 ساعتی، 1 ساعتی، نیم ساعتی، 4 ساعتی، هرچه آب بخوریم، مثلا این لازمه، ضروری یقینه، وگرنه اگه نخوریم کرونا میگیریم، یا اگه کرونا گرفتیم مثلا تشدید میشه. این اگه یقینی شد، به همون میزان لازم روزدار آب میخوره و بعد از ماه مبارک رمضان وقتی که این اوضاع کرونا مثلا رفت، باید قضای روزه رو به جا بیاره. بله، خیلی ممنونم. بفرمایید میان برنامه. بعد از میان برنامه در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آخرین وصایا و سفارش های امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که از حضرت نقل شده برای شیعیانشون، جمله هایی است که خوب امشب فردا همگی تصمیم بگیریم این سفارش های آقا امیرالمؤمنین را جامعه عمل بپوشانیم، هر کسی در حد خودش، پدر، مادر، فرزندان، شوهر، زن، شریک، همسایه، دوست. یک جمله از اون سفارش ها، از اون وصایای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه این است که فرمودن: و اصلاح ذات بینکم فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول صلاح ذات البین خیر من عامت الصلاة و الصیام. اختلافای خانوادگی، نزاعای شریک با شریک، اختلافای مؤمنین با همدیگه در هیئت ها، در حسینیه ها، در مساجد، در شرکت ها که با هم یه عده شریکن، در یه کاری، در یه خدمتی، در یه تجارتی، سعی کنید این فساد را مبدل به صلاح کنید، این افساد را مبدل به اصلاح کنید. این سفارش در آخرین سخنان، سفارش امیرالمؤمنین سلام الله علیه است به ماها و دیگران. قدری که انسان میتونه سعی کنه این اختلافا، این نزاعها، اینا رو کم کنه، هم خودش نکنه، هم دیگران که با هم دارن سعی کنه اینا رو درز بگیره، اینا رو اصلاح کنه. بعد هم فرمودن: من خودم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که صلاح ذات البین، این کار از هرچی نماز و روزه است افضله. این معناش این نیست آدم اصلاح کنه نماز و روزه انجام نده، نه، هم اون لازمه هم این لازم، اما این دوتا لازم کدوم ارزشش بیشتره، کدوم قیمتش بیشتره. سعی کنیم تصمیم بگیریم، کوتاهی نکنیم. سعی یه مسئله است، موفقیت یه مسئله دیگه است. چقدر موفق بشید، چقدر موفق بشیم، اون دیگه به ما ارتباط نداره. مهم اینه کوتاهی نکنی. به نتیجه هر کسی تو ارحامش، تو همسایه‌هاش، تو آشناهاش، دانشجوه تو دانشجوها، محصله تو محصله، توی محل هستن، توی هیئت هستن، یه کم و زیادی هایی هست، شیطان نزغ میکنه، افساد میکنه، دو به هم زنی میزنه. شما سعی کنید قدری که میتونید با زبونتون، با عملتون، با
پولتون، با خدمتتون، سعی کنید اینا رو کم کنید. خدمت شما فکر میکنم تقریبا 6-7 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، فقط برای اون دسته از عزیزانی که الان بیننده ما هستن، موضوع صحبت امام زمانی برنامه در پنجشنبه ها و الان هم جمعه ها این هست که بررسی کنیم به چه دلیل و چرا اعلام میکنن دشمنان امام زمان که امام زمان فردی خشن هست و میترسونن مردم را از ظهور امام زمان. بفرمایید جان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که برای اینکه این مشکل پیش نیاد، این مسئله حل بشه، اینه که خب دشمنان امام زمان به انواع مختلف اون حضرت رو یعنی مبارزه میکنن با اون حضرت، تضعیف میکنند اون حضرت رو. یکی از اونها همین رعب و وحشتیه که در دل مردم از اون حضرت میندازن، در حالی که کاملا برعکس. لذا عرض شد اون روایت که میفهمن که من مات و من ولم یعرف امام زمانه ای مات میتتن جاهلیه، این به این روایت به ما میفهمن که معرفت امام زمان رو باید داشته باشیم تا به مرگ جاهلیت از دنیا نریم. اگر معرفت امام زمان علیه السلام رو داشته باشیم و بشناسیم اون حضرت رو، روایاتی که در مورد اون حضرت، سیره اون حضرت، بعد دشمنان دانا یا حتی دوستان نادان نمیتونن ما رو فریب بدن. هر آنچه در مورد وجود شریف امام زمان علیه السلام هست اینه که ایشون، حکومتشون، سیرشون، دعبشون، روششون، همون دعب و سیره و روش آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله است. بله. و عرض شد همین ایام، همین شبها مرجع عالی قدر تأکید دارن و بولد میکنن بعضی از رفتارها و دعب و سیره حکومتی آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و دائما در سخنرانی‌های مختلف ایشون که نگاه می‌کنید بولد می‌کنن سیره حکومتی آقا امیرالمومنین علیه السلام، سیره حکومتی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، که یکی از مهمترین پیام‌های این عمل ایشون اینه که این برخوردهای حکومتی که الان ببینید در کشورهای مختلف اسلامی حکام مختلف اسم اسلام دارن حکومت میکنن، اما اصلا غیر قابل قیاسه، گاهی کاملا برعکس سیره رسول خدا عمل میکنن. ای مردم، اگه میخواید، پیام مرجع عالی قدر اینه، اگه این سیره حکومتی رو میخواید که آقا امیرالمومنین علیه السلام داشتن، بله، اگه این سیره حکومتی میخواید که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، این سیره در سیره حکومت حضرت صاحب الزمان علیه، در حکومت جهانی آقا صاحب الزمان علیه السلام ولا غیر. چون ببینید یکی از مسائلی که مخصوص معصومه، خدای تعالی بعضی چیزها رو مخصوص بعضی ها قرار داده، یکی معصومین، بعضی از امور مخصوص معصومه، بعضی امور مخصوص الله جل جلاله، یکی از اون اموری که مخصوص معصومه حکومت خدای تعالی حکومت رو برای معصوم قرار داده. غیر از معصوم اگه بیاد نمیتونه، حالا کاری به اون اختلاف نظری که هست که اصلا غیر معصوم بیاد حکومت کنه یا نیاد حکومت کنه الان نداریم، یا بیاد دو دقیقه معذرت خواهش میکنم، حتی اگر قائل باشیم که غیر معصوم هم جایزه و بیاد حکومت کنه،
این حکومت خدای تعالی مخصوص امام معصوم قرار داده و اون وسائلش رو، اون مسائل مورد نیازش رو در امام معصوم علیه السلام قرار داده. برای همینه که آقا رسول الله اونطور قشنگ حکومت میکنن، آقا امیرالمومنین همینچنین، حضرت صاحب الزمان همچنین به بهترین شکل. خب متاسفانه وقتمون تمام شد، انشاءالله که در جلسات بعدی بتونیم ادامه بدیم این مبحث. انشاءالله اتاق فرمان وقت ما تمومه دیگه. خب من صدای اتاق فرمان رو ندارم، فکر کنم صدای اتاق فرمانه. 1 دقیقه و 10 ثانیه. خب پس آقای فرج رو با هم بخونیم. من از حضورتون تشکر میکنم جناب استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتی که یا ارحم الراحمین. خیلی ممنونم که ما رو در این برنامه همراهی میکنید. سوالات خودتون رو انشالله برای ما از طریق واتساپ و تلگرام بفرستید به 2096477303403414. در پناه امیرالمومنین باشید. یا علی مدد. السلام علیکم. طریق بندگی به بندگان نشان شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل از کلام